مردم بعضیا فکر میکنن که ماها خیلی زحمت میکشیم پول در میاریم. حدیث داریم اگر بچه زرنگ ها فکر میکنن به خاطر زرنگیشون خدا به اینا پول میده، نه اینطور نیست. من گاهی اوقات دیدم، مشهورم هست تو بازار، بعضیا هستن خیلی ساده ان انصافا همش سرشون کلا میره. حدیث داریم خداوند به این آدمای ساده روزی میده که بچه زرنگ ها احزن، بچه زرنگ ها فکر نکنن آقا بابا به خاطر تیز بودن چی که خدا بهش داده. نه آقا، روزی رو خدا تقسیم کرده، حالا به هر دلیلی پول دست من و شما هست. اگر دادی در راه خیر، باز ما اصرار نداریم که آقایون فکر نکنن که ما داریم شخصا و منحصرا شبکه خاصی رو تبلیغ میکنیم. نه آقا جون، شبکه دیگه هم نیاز داره بدید. بچه شیعه پول کم نداره. دستگاه امام حسین، تشیع امیرالمؤمنین در هر جا نیاز به کمک مالی داره، کمک کنید. حالا این هم یه بخشیشه، شبکه دیگه هم بخش دیگه ایشه. ممکنه جایی مسجد هم بخواد ساخته بشه، ممکنه کتاب هم بخواد چاپ بشه. کلن دارم عرض میکنم، لذا میخوام بگیم که ما با افرادی روبرو هستیم که هر چه داریم به برکت دعای این هاست. حاج آقا، اگه بریم سراغ خیلی از این اشخاص که موفقن تو کار اقتصادی و دستی رو هم بر آتش رفت، دستگاه آقا سید شهدا، وقتی نگاه بکنیم ریشه کاراشون از جای شروع شده، این تمکن مالیاشون که شروع کردن نمکی در آش آقا سید شهدا بریزن، یواش یواش خودشون بزرگ شدن و الحمدلله کمک هاشون هم بزرگ شد و دستگاهی که الان دارن گوشه و خورده و قطره از دستگاه پرشکوه آقا سید شهدا است. رضا نگاه میکنه که مردمه به میدان میان خرج میکنن. یه بزرگواری حاج آقا توی کربلا، همین کربلا آقا سید شهدا الان هستش، حیون یرزق، میگه از وقت من تمکن مالیم شروع شد که تمام زندگیمو با امام حسین تقسیم کردم. شاید اون وقتی که این کار کرده بود خیلی از مال دنیا چیزی نداشت. وقتی ازش میپرسیم که این سلسله هتل هایی که داری چند تاش مال خودته، چند تاش نسبه خودته و چند تاش نسبه آقا سید شهدا است، گفت فلانی اینها تمام چیزایی که مال خودمه و اینا که داریم میبینیم مال آقا سید شهدا رو دیگه داریم حسینیه میسازیم، هزینه میکنیم، خرج میکنیم. و اعتقادش هم بر این بود و اعتقاد یک بچه شیعه باید به این باشه که اگر این کارو نکرده بودم شاید الان یه خونه کوچیک هم نداشتم. اینا همون کسانی که تو این راه حرکت کردن و قدم زدن هستن، میبینیم، دیدیمشون، ولی انشالله که اعتقاداتمون قوی تر بشه.